لاغر دم طالبان توی بس گم بابت این چیز لاغر. پول افغانستان افغانی سومین پول با ثبات دنیا شد، یعنی بین این 200 خورده کشور پول افغانستان دمشون، یعنی قشنگ در حد سوئیس مویز. حالا دوست تو بحث حقوق بشر زنان خیلی ضعیفید، داری ظلم میکنی به شما بزی، ولی توی چیز لاغر موفق بودید. از مسئولین کشورمون، از مسئولین اقتصادی کشور خواهش مندیم که برن افغانستان یه چند واحد اقتصاد پیش این طالبان پاس کنن به جان خواهم. برید پاس کنید دیگه، نیازی نیست برید سوئیس مویز، برید همین بغل هرات کابل یه چند واحد اقتصاد پاس کنید به جان خودم دیگه. چی میخواید؟ چجوری سومی شد با همه؟ چیکار کرد؟ جلوی گدید. هیچ تولدی به اندازه تولد این بزرگ مرد، این شخص بزرگ، حال خیلی ها رو خوب نمی کنه. یعنی تولدش یه هدیه بود واسه خیلی ها، و اونم کسی نیست جز زکریای رازی. همه رازی از زکریای رازی با اون کشف بزرگش. یعنی چی کشف کرد زکریا؟ الکل. تو مو میدیدی و ای عزیزان پیچشمو چی کش کردی؟ گرچه ما فقط ایام کرونا استفاده میکنی ازش، خیلی ها بله، ولی زکریا نیستی که ببینی همین الکل هم فیکش درست کردن. یعنی تو اینو که زحمت کشیدی به اسم الکلت الکل دست ملت دادن، چشاشون کور شد از زندگی. آره روحش شاد بزرگ مرد ساقی اصلی هست، ولی با حالن دیگه. یکیشون کلی دانشجو تعلیق و اساتیدشون رو اخراج کرد، یکیشون هم کلی هنرمند و خونه نشین و ممنوع تصویر کرد، یکیشون هم اقد مالیات و افزایش داد که دهن مردم صاف شد، او آخری هم فیلترینگ رو ایجاد کرد و میلیون ها نفر از نون خوردن انداخت. تشمیان میگن حلالمون کنید اگه قصور داشتی. بابت چی حلالتون کنیم؟ شما دیگه کارتون از حلالیت هم گذشته، شما اگه مجازات هم بشید تازه هنوز به حقتون نرسیدید، چیزی که حقشونه. حلال حالا که رفتید، اگه اشتباه کردید که بی خود که اشتباه کردید، اگه کارتون درست بود که واسه چی حلالیت میخواید؟ دنبال حلالیتید، خودتون هم میدید چی کار کردید. هیچ کی هم حلالتون نمی کنه، حتی خیارتون تخت. انگار توی کشور هیچ مسئولی بیکار نمیشه. من فکر کردم وقتی اینا از دولت برن بیکار میشن، تو خونه میشنن تشم یه سوپری، یه خدماتی، یه ابزارالاتی میزنن از بیکاری در میان، ولی زهی خیال باطل. نه 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 بیکار نمیشن. و سولت مرتضوی و سپهر خلجی وقتی ای دولت رفتن یه جا دیگه بهشون کار دادن. کی بهشون کار داد؟ فتاح بهشون گفت سولت سپر یه وقت غم و غصه تو دلتون را ندید، فکر کنید بیکار شد تو خونه، بیا پیش خودم کار کنید. و به سولت و سپر پست داد. و سولت بعد از این که مال کارگران را آباد کرد میخواد اینجا را آباد کنه. سولت یعنی سولت بیکار نمیشه، یعنی سولت نه بیکار میشه نه به بازنشستگی اعتقاد داره. سولت باید تا لحظه آخر آباد کنه، خدمت کنه به این کشور و مردم. هنوز مال انجمن پسته گفته به خاطر قطعی برق تا الان 40,000 تن پسته خراب شده. ای پسته سبزاست دیگه درسته؟ یعنی اگه ای پسته خشکا بود ناراحت نمیشه، حتی اگه خندون باشه، ولی ای پسته سبزا خیلی دوست دارم من، قطعا خط قرمز من ای پسته سبزاست. پس به خاطر همین گرون شده، خیلی رفته بالا، یعنی قشنگ به خاطر این که خراب شدن قیمت رفته بالا. پولش هم ما در بیاد نه؟ این چه کاریه؟ یکی دیگه برقتون رو قطع کرده، پسته رو به ما گرون تر میدید؟ درسته توی کشور همه چی داره گرون میشه، ولی امسال این پسته خیلی گرون شده به خاطر قطعی برق. نه نگاه کن خدا بگیری، یعنی ته ته تهش بازم مردم باید تاوان بدن. نمیدونم واسه چی، یعنی هر جایی چیزی خراب میشه مردم باید اضافه تر بدن هزینه ضرر کردن در بیاد. این چه کاریه؟
واقعا این چرخ گردون گرده به جان خود، علیکی نیست. کی فکرشو میکرده؟ حالا شاید ما فکرشو میکردیم، ولی خود خاندوزی عمرن فکرش نمیکرد و گفت وزیر اقتصاد حداقل 8 سال پشت میزم و با مالیات دهن مردم صاف میکنم، ولی 3 ساله باید با این میز بای بای کنه. خاندوزی بای بای. و همتی هم موقع بدرقه بهش گفت خاندوزی الان تو برو داخل دانشگاه توییت کن. یه اون من توییت کردم، حالا نوبت توه. خاندوزی دیدی؟ حالا هی حلالیت به طلب. من نمیدونستم، من مقصر نبودم، حلالم کنی. تو که اگه مقصر بودی، تو اگه نمیخواستی، واسه چی قبول کردی؟ واسه چی استعفا ندادی؟ خب بی خود کردی، ادامه دادی خود دیگه اگه موافق بودی. خاندوزی بای بای. بای بای. پزشکیان گفته توی دولت خیلی آدم ها علکی رفتن بالا، میادمشون پایین. دمت گرم. و این بالا رفتن علکی فقط توی دولت نیست، اصلا تو کل دولت ها جوری بود علکی بالا میرند. و وضعیت الان کشور ما به خاطر همینه، علکی بالا میرند، نه سواد، نه شور، نه مدرک، نه تخصص، میرن بالا با زد و بند. تشم اینه. حالا امیدوارم شما یه بخششو بیاری پایین، حالا نیوردی هم پایین مهم نیست، تو دولت شما کسی علکی بالا نره. قشنگ بدون تخصص و سواد و شور با زد و بند. حواست باشه های پزشکیان. آره تو دولت شما نره. و اگه تونستی اونام بیا پایین، اگه تونستی حتی البته. مال انجمن پسته گفته به خاطر قطعی برق تا الان 40,000 تن پسته خراب شده. ای پسته سبز هست دیگه درسته؟ یعنی اگه ای پسته خشکا بود ناراحت نمیشه، حتی اگه خندون باشه، ولی ای پسته سبز خیلی دوست دارم من. قطعا خط قرمز من ای پسته سبز هست، پس به خاطر همین گرون شده خیلی رفته بالا. یعنی قشنگ به خاطر این که خراب شدن قیمت رفته بالا، پولش هم ما در بیاد. نه این چه کاریه؟ یکی دیگه برقتون رو قطع کرده، پسته رو به ما گرون تر میدید. درسته توی کشور همه چی داره گرون میشه، ولی امسال این پسته خیلی گرون شده به خاطر قطعی برق. نه نگاه کن خدا وکیلی، یعنی ته ته تهش بازم مردم باید تاوان بدن. نمیدونم واسه چی، یعنی هر جایی چیزی خراب میشه مردم با اضافه تر بدن هزینه ضرر کردن در بیاد. این چه کاریه؟ محمد کرباسی دبیر ستاد امر معروف قم گفته ما تو بیشتر نهادهای دولتی ستاد امر معروف داریم، حتی تو اداره آب و فاضلاب قم که اونجا هم ما داریم دغدغه آب و فاضلاب، ولی ما گفتیم نه باید درگیناش باشه. رئیس ستادم همون رئیس اداره است، یعنی قشنگ یه چند ساعت میره نظارت میکنه آب و فاضلاب، یه چند ساعت هم میاد اونجا کار میکنه. موهاتو بده تو یه قد باز این ناخونات مش کردی، نباید مش کنی، لباست تنگه، واسه چی آسین کوتاه پوشیدی؟ این بالا زانوه، این چیت کو خواهشم بذار کاراشون انجام بدن. اصلا این بدبخ چرا رفتی به ستاد امن هم کرده؟ با مشکل مردمی یه چیز دیگه است، توقعشون هم یه چیز دیگه است، میخوام مشکل آب و فاضلابشون هم بشه. نه آن با بینم رسیدگی کنند.